عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما دوستای خوبم. نمیدونم که الان در چه ساعتی از شبانه روز هستید، کجای این دنیای بزرگ و پهناور هستین، اما هر جا هستین امیدوارم در کنار عزیزانتون که دوستشون دارین باشین، تنتون سلامت باشه. امروز هم با یه سری خبر دیگه اومدم پیشتون که من فکر کنم اخبار تکمیلی خبر قبلی را برای شما آوردم. مطالبی در اومده از این نشست خبری اوکراین که دیدنش واقعا همونطور که جولیانی میگفت که مغز آدم منفجر میکنه. امروز میخوام در مورد خیلی مسائل با هم صحبت کنیم، خبرهای جسته گریخته که از جای مختلف اومده رو بررسی کنیم. اما قبل از همه اگه دفعه اول اومدیم به کانال من، ممنون میشم که اون دکمه سابسکرایب زیر ویدیو رو بزنید. بعدم که این ویدیو رو دیدین اگر دوستش داشتین، ممنون میشم که لایک کنین و در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. باور کنید که من روزی 7 8 ساعت وقت میذارم تا بتونم این ویدیوها رو برای شما آماده کنم. الان که مجبور شدم خودم بشینم کار دوبلاژ انجام بدم، کار خدمت شما عرض شود زیرنویس کردن و چسبوندن رو فیلم و اینا انجام بدم که خیلی وقت منو میگیره. تنها خسته نباشید که خستگی منو در میکنه که ببینم زحمتام داره دیده میشه. پس ممنون میشم اگر اینو به اشتراک بگذارید. اما میخوام از کجا شروع کنم؟ میخوام از قسمت جنجالی خبر شروع کنم، از اون قسمتی که یه آدمی به نام لینوود وجود داره که همیشه یه سری توییتا میزنه که کل چپ و راست و بالا پایین باید بشنن فکر کنم ببینن لینوود داره کجا رو میکوبه. لینوود یه توییتی زده گفته بهتر قبل از 6 ژانویه رأی خودتون رو عوض کنید تا در لیست اشتباه نباشین. روی صحبتم با سناتورها و حتی مایک پنس هستش. پیروزی بایدن یک دروغه، این ماجرا برای دروغگویان اگر به گناه خود اعتراف نکنند و طلب بخشش نکنند عاقبت خوبی نخواهد داشت. این منظور از به گناه اعتراف کردن، طلب بخشش کردن، قضیه دیلی هست، اون توافقی است که معمولا وقتی یه نفر خطایی انجام داده قبل از اینکه لوبره میتونه بیاد با دادستانی یک قراردادی ببنده، بگه من هر چیزی که در مورد اتفاق میدونم بیان میکنم، شواهد و مدارک میارم و در عوض مورد بخشش و عفو قرار بگیرم. اما نکته که تو این توییت هست، هنوز لینوود معتقده که مایک پنس ممکنه که روز 6 ژانویه اون کاری که ازش توقع میره رو انجام نده و کار دیگه ای رو انجام بده. اما یه توییت دیگه زده لینوود، گفته روز دیگری گذشت، من پیغام های شما رو میبینم، میدونم خسته شدین، صبرتون رو از دست دادین، در زمان تاریکی به خدا رجوع کنید و اعتماد کنید، همه چیز طبق زمانبندی و برنامه ریزی های اون انجام میشه و شما رو نامید نمی کند، به خدا توکل کنید. یه جورایی هم همچین بگینگی صحبتاشون مثل آخونده میمونه ولی ورژن غربیش. لینوود دوباره گفته هزاران نفر در تقلب انتخابات فدرال مجرم هستند، شامل کارمندان، وکیل ها، سیاستمداران و قاضی ها، بهتر است زودتر توافق کنید که بعدا سخت خواهد بود، همه گرفتار شده اید. این کوری هیچ چیز دیگه ای لازم نیست بهش اضافه کنم، خودتون میدونید منظورش چیه، توضیح دادم جلوتر. اما لینوود میگه متعجبم که قاضی رابرتس چجوری شبا خوابش میبره. اگه یادتون باشه اون توضیح دادم که قضیه سر اون جزیره اپستاینه و اون جزیره در اونجا عمل سکس غیرقانونی انجام میشد، یعنی با اطفال، با اون کسی که زیر 18 سال هستن، پسر و دختر فرقی نداره، اونجا مرکز این مسئله بوده. خب خود اسناد این داستانم که اومد بیرون، تصویر سندش نمایش داده شد، شماره پروازش اومد که قاضی رابرتس هم اونجا رفت اومد داشته و میرفته میومده دیگه، هر کسی که تو اون جزیره میرفته همه میدونن که میرفته چیکار کنه. اصلا اینجوریه که بگه آقا میرفتیم اونجا شب امتحان بود و بچه‌ها درس بخونیم، یا میرفتیم اونجا بشینیم در خلوت خودمون رو به درگاه خدا نیایش کنیم، همه میدونستن که برای کسافت کاری دارن میرن اونجا. اما میگه وقتی که قاضی رابرتس به آینه نگاه میکنه، بدتر از اون چجوری به صورت بچه‌های خودش نگاه میکنه و شرم نمیکنه، اون ممکنه همه رو فریب بده، حتی خودش رو گول بزنه، ولی نمیتونه خدا رو فریب بده. من فکر کنم تا حیثیت و آبروی قاضی رابرتس نبره در آمریکا بی خیال نمیشه. الان در منزل قاضی رابرتس اینا چه خبر هست و همسر قاضی رابرتس چه کتکی داره میزنه قاضی رابرتس. سیدنی پاول مثلا خیلی جالبه، گفته الان نوبت سربازان دیجیتال است تا حقایق ارتباطات اعضای کنگره و سناتورها با چین را پیدا کنند. فقط حقایق ثابت شده، معاملات تجاری، رشوه ها، پروژه ها، پرداخت به دانشگاه ها مشخص شود و ببینیم که چین صاحب چه چیزایی در آمریکا شده. این ارتباط اثبات شده، اسنادش الان عمومی شده، روی اینترنت هست، آدرس دراپ باکسش رو لینوود اصلا برداشت به صورت عمومی گذاشت، هر کی میخواد بره فایل رو دانلود کنه. در اینکه این ارتباط بوده کسی شکی نداره.
چیزی که الان لازم دارن اینه که بدونن چه کارها و پروژه های انجام شده، چه پولایی به چه کسایی پرداخت شده، رشوه ها کجا رفته. اون دانشگاهایی که چین اسپانسر مالیشون شد که بعدن تونست تعداد زیادی دانشجو بفرسته اونجا که این دانشجوها درس بخونن و وارد بازار کار بشن و الان نقش جاسوس چینی رو بازی بکنن، اینا رو الان احتیاج داره که سربازان دیجیتال یا همون هکرهای معروف آمریکایی بیان و این حقایق رو به دست بیارن و در اختیار دولت ترامپ بذارن. اما در مورد اون لایحه‌ای که دیروز صحبت کردیم، گویا که امروز مجلس با لایحه کمک مالی 2000 دلاری که ترامپ پیشنهاد داد موافقت کرده و فرستادن برای سنا. الان سنا باید روش تصمیم گیری کنه که این کی انجام بشه. یه تصویر بهتون نشون میدم. این تصویر تصویر مجله نیویورکر هستش. اگر دقت کنید در این تصویر، ترامپ در طبقه پایین مشغول این آتیش شعله ورتر کردن هستش. جولیانی هم که سری پرونده طبق معمول تو دستشه داره این ونور میکنه. تعداد موش و خفاش و یه سوسمار یا تمساح در تصویر میبینین. آینه ها شکسته است، اما جالب اینه شخصی با علامت کیو طبقه بالا پشت کامپیوتر نشسته. نمیشه الان خیلی راحت کدخونی کرد، ولی اینجوری هم نیست که از این تصویر هیچی نشه فهمید. با توجه به مطالبی که من در دو سه ویدیوی قبل گفتم در مورد کیو و پتریوت‌های آمریکایی، اگر هر کسی تونست کد خاصی یا رمز خاصی در این تصویر پیدا کنه، ممنون میشم که در کامنت بذاره. خودم اول میگم به نظرم که این سربازان دیجیتال بخششون از کیو هستن و میتونن کمک بزرگی بکنن که کلا این اتفاقات تا قبل از حتی ششم ژانویه حل بشه. ولی شما هم اگه چیزی متوجه شدید، ممنون میشم که در کامنت همین ویدیو اشاره کنید بهش. یه خبر فوری خود ترامپ زد که جالب بود، با همین حالت خبر فوری اشاره کرد. در پنسیلوانیا 205,000 رای بیشتر از تعداد رای دهندگان ریخته شده. این به تنهایی نتیجه این ایالت رو به نفع ترامپ تغییر میده. حالا این که میگه تغییر میده، این جالبه که بدونین این وقتی ترامپ مثلا میگه آقا این رای تغییر میکنه این ایالت، اینجوری نیستش که آقا از صبح شما برید نتایج مثلا آنلاین رو ببینید یعنی ایالت رنگش عوض شد. نه، دو حالت داره، یا اینکه قاضی باید دستور بده، یا قانونگذاران الان با یک سند خیلی قوی میتونن به وزیر ایالت فشار بیارن عوض بشه، یا نه میتونن در روز ششم ژانویه با یک سند محکم که در اختیار وایس پرزیدنت یا مایک پنس هست، به استناد به همین سندی که هیچ کسی نمیتونه ردش بکنه، کل داستانو برگردن. این سند چجوری به دست اومده؟ به این صورت که اومدن گفتن آقا در ایالت پنسیلوانیا تعداد افرادی که حق رأی دارن و ثبت شدن و اجازه رأی دادن داشتن برای انتخابات چقدر بوده؟ میگم 9,023,811 نفر بوده. بعد اومدن گفتن خب از این 9 میلیون خورده ای چه تعداد افراد اومدن رأی دادن. وقتی اینا رو جمع تفریقش انجام دادن، این 205,000 تا اونجا پیدا شد. یعنی تعدادی که اومدن رأی دادن 205,000 تا بیشتر از کسایی بودن که اجازه رأی داشتن این اجازه رو داشتن و اومدن رأی دادن. اما بحثی مطرح شده، این بحث نمیتونیم بگیم کم اهمیتی هم هست. قراره که مایک پنس بعد از جلسه ششم ژانویه پرواز کنه و به احتمالاً به اسرائیل بره برای تعطیلات. از چند زاویه آدمای مختلفش نگاه کردن. یه بحثش این هستش که خودش گفته تمام مدت کرونا یک سال و خورده درگیر مسئله پاندمی، جلسه‌های مختلف و غیره، پاشو از آمریکا بیرون نذاشته و به حال لازم میدونه که در این سال نو میلادی با خانواده مسافرتی داشته باشه. دموکرات‌ها میگن نه، این قرار بایدن رو تایید کنه و بعد فرار کنه که ترامپ و دار و دستش بلایی سرش نیارن. از اون طرف کسایی دیگه مثلا این برنامه رادیو امروز براین کریگ شو داشت میگفتش که ششم ژانویه بعد از اینکه شمارش میکنه آرای الکترال رو و ترامپ رو پیروز میکنه، بالاخره از ترس دیپ استیت برای اینکه بلایی سرش نیارن یا اینکه دوچاره هراسمنتش نکنن، آزار اذیتش نکنن، منطقش اینه که مدت کوتاهی چند روزی بذار از آمریکا بره تا وضعیت روال عادی برگرده و بعد دوباره برگرده بیاد. ولی چه اتفاقی توی این ماجرا قرار بیفته، فقط میشه 6 ژانویه در موردش قضاوت کرد. اما چیزی که میشه گفت اینه که در صورتی که اون الکترال های ترامپ رو بشموره و الکترال های تقلبی رو دور بندازه، به عنوان یکی از شجاع‌ترین افراد تاریخ آمریکا در تاریخ ثبت خواهد شد. یعنی اسمش در کنار کسی مثل توماس جفرسون قرار میگیره.
علت سفرش میتونه همین باشه که مورد اذیت و آزار یا خدا نکرده ترور و اینا قرار نگیره، بر همین اگر که رئیس ترامپو در بیاره منطقش اینه که چند روزی نباشه. اما برای اینکه جمهوری خواه نسبت به مسئله مطمئن بشن، یه نماینده جمهوری خواه به نام لوی گوهرت اومده به عنوان آخرین جمهوری خواه اضافه شد به این طرح، که اومدن شکایتی رو تنظیم کردن علیه مایک پنس، اما نه اینکه ازش واقعا شکایت کنن، میخواستن از دادگاه یک حکمی بگیرن که به موجب اون حکم حالت دستوری به مایک پنس گفته بشه که به عنوان حالا رئیس کنگره اجازه نداره آرایی رو که تقلبی بوده، اون الکترال کالج هایی که به صورت قانونی به دست نیامده و مثلا وزیر اون ایالت علارغم توصیه قانونگذاران و شواهد موجود اومده این رأی رو قانونی شمرده و رأی رو سرتیفای یا تایید کرده، مایک پنس از لحاظ قانونی اجازه نداشته باشه اصلا این رأی رو در شمارش و در اون تعداد رأی‌های الکترال منظور بکنه. این دادگاه امروز برگزار شده، نتیجهش هنوز مشخص نیست. به حال کسایی که میخوان ترامپ بمونه سعی میکنه از هر طرفی که میتونن با حالا دعواهای جدید حقوقی مثلا رو چارمیخ بکنن، که اگه 1% مثلا اصلا پنس نخواست این کارم بکنه بدون که از لحاظ قانونی اجازهش نداره، مثلا اگه این کارو بکنه، اگه دادگاه هم حکم بده، اگر 1% هم روز ششم ژانویه پنس بیاد بگه آقا نه بایدن، بعدش باید خودش مورد تعقیب قضایی قرار بگیره و باید اگر خلاف حکم دادگاه عمل کرده باشه باید مجازات بشه. این دلیلی بوده که امروز این دادگاه برگزار شده. اما رسیم به بحث داغ داستان. دیروز یه بخشایی از این کنفرانس خبری دولت اوکراین رو دیدیم و شواهدی که علیه این خانواده بایدن به دست اومده بود. این فیلم طولانیه، من سعی می‌کنم بخشایی که مهمشه که به مبحث ما و انتخابات آمریکا مربوط هستش رو روزهای مختلف زیرنویس کنم و برای شما بیارم. یه بخش خیلی داغ و حساسش امروز انتخاب کردم براتون بذارم که ببینین چه خبر بوده. اصلا واقعا آدم اینجا میفهمه که دموکرات‌ها چرا خیلی دوست دارن به خیلی از کشورها کمک کنن، منافعشون در گروی این کمک کردن چیه. یکی اینو متوجه میشین، یکی این که دولت خود بایدن امروز صحبت کرده که آقا چرا این مسائل مربوط به امنیت ملی رو نمیارن در اختیار ما بذارن، چرا ترانزیشن تیم ما رو راه نمیدن که ما بریم این عمل ترانزیشن انجام شه، ما در جریان امور قرار بگیریم. در جریان امور قرار گرفتن مطالب سری، یعنی ایشون از ابعاد پرونده که در رابطه با خودش هم تشکیل شده میخواد اطلاع پیدا کنه که شاید بتونه یه جورایی یه سری آدم ها رو تو پیدا نکردن بتونه خودش پیدا کنه و بخره. این فیلمو ببینین بعد من توضیح میدم بهتون. Сейчас же мы обнародуем новую запись разговора Порошенко и Байдена. Сразу отмечу, Джо Байден столкнулся с угрозой потерять стабильный доход от Злачевского, а по сути от украинских граждан, когда Генеральная прокуратура во главе с Виктором Шокиным начала уголовное производство по буризме и воровству денег украинцев. К Байдену подобрались настолько плотно, что он ради сохранения абонплаты от Злачевского пообещал Порошенко 1 миллиард кредитных гарантий. Еще раз. Байден ради собственной прибыли распорядился чужим миллиардом, который Порошенко с радостью принял, и освоил на своих предприятиях Богдан и Ленинская кузня, а взамен уволил Шокина. Вторая угроза для Байдена возникла после президентских выборов в США и его ухода с поста вице-президента. Они созванивались регулярно с Порошенко уже после президентских выборов в 2016 году. Байдену было важно удостовериться, что в отношениях ничего не изменилось, а Порошенко важно было отчитаться о внешней политике Украины и отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом. Давайте послушаем запись. Introducing President Poroshenko. Hey Petro, Joe, how are you? Very well indeed. As usual, when I hear your voice, my dear friend. And if President can also support us, not only with the Minsk, but with the visa-free, that would be something when we are trying to sell to the Ukrainian people. And I'm still hoping that you can come maybe on the 21st of
November on our anniversary of Revolution of Dignity, and that would be a very big deliverance. With regard to my coming on the 21st, as I told you, I could never come on the 21st. I was going to try to come immediately after, in early December. But here's where I am now, and part of my answer to that will, it depends on what was your conversation with our president-elect. One of the things I've been doing is spending. I'm not being critical, but the incoming administration has been very, very slow on getting ready for transition. Quite frankly, like most of America, they didn't think they were going to win the election, so they did not have a fulsome transition team. Matter of fact, as of a couple days ago, they changed their transition team. Transition is a very, very delicate and precise dance that goes on from administration to administration over the last 100 years, and it requires the exchange of classified information and the like, and the people they put forward to be part of the transition have to be cleared to do that, just as we had to be cleared after the Bush administration, et cetera. They have not done that. They're trying to catch up and do it now, since they fired the guy who headed up the transition just last week. The reason I bother to tell you that is I have been somewhat limited on what I'm able to tell their team about Ukraine. The truth of the matter is the incoming administration doesn't know a great deal about the situation. So I'm meeting with the vice president-elect, who's the only one that has any foreign policy experience. You play an enormous, you play now the role in the bringing peace to my country, and save my country. This is my real feeling. And well, you're awfully generous. I don't plan on going away. I mean, as a private citizen, I plan on staying deeply engaged in the endeavor that you have begun and we have begun. Yeah. At least that's my objective. But if I go beforehand, I'm worried, since they don't know enough, they will think I'm trying to game them. They will think I am trying to put them in a corner. They will question my motive in going before they are fully briefed. And I'm sure you understand that. You're a good negotiator. That's at least that's my thinking at the time, and I've seen nothing to make me question my judgment about this being the right approach. Как там сказал Петр Алексеевич, продать украинскому народу в годовщину революции, сдобудки. Циничные тексты циничных людей. Продавал надежду, все остальное в стране грабили. Как видим, Байден уверяет Порошенко, никто никуда не уходит. Наоборот, Байден заверяет Порошенко, что влиял на переходную администрацию президента Трампа. Нам было бы все равно, если бы это не касалось создания и крышевания коррупционных схем вместо борьбы с коррупцией, реальной борьбы с коррупцией. Еще одна запись достойна внимания, обсуждения Порошенко и Байдена, новоизбранного президента США Дональда Трампа. Давайте послушаем. Introducing President Poroshenko. Tell me about your conversation, if you can, with Trump. I told him quite a big number of positive things which President Obama and current administration do. frankly speaking, I expected much colder conversation, and it was quite sincere and quite warm. Good. Look, this guy, you know, there's an expression in English. You know how dogs always chase buses or cars down the road? You know, a bad dog will chase a car down the road. Yeah. Well, this is an expression in English. He caught the car. And yet, and like, he's the dog who caught the car. He didn't know what the hell to do. He
he doesn't know what the car's made of or what's in it. So we have a real chance here of making him a hero. Действительно, называть президента своей страны собакой, бегущей за машиной, а второму подхихикивать – это признак настоящих государственных мужей с высокой культурой государственности. Удостоверившись, что все в порядке, Байден и Порошенко признаются в ментальной любви друг к другу, присваивают друг другу звания и восхищаются друг другом. Давайте послушаем. So, but you become a good friend, and we understand each other, and like I said, even after I'm out of this job, I'm committed to the independence of a new and non-corrupt nation state that, God willing, kids are going to be singing songs about you 30 years from now. Joe, thank you very much indeed. And you think I'm not kidding? Think about this. You're the first one as a chance to actually set up a corrupt, free, democratic nation of Ukraine. Jesus, what a hell, man. I'm going to go down as a great vice president. I'm not going down as a founder of a country, man, a father of a country. So I'll trade places with you, okay? I'd like my grandkids to read about me in the history books. Yours are going to read about you. I'm very proud to hear that. If you allow, I'd transfer these words to my wife. She should also be the same proud of me like you. All right, I'll talk to you soon, Petro. Thank you. Hello, Joe Biden here. Dear Joe, that's a real great pleasure to hear you again. Petro, I miss talking to you every week. How are you, my friend? Very well indeed. All the time when I meet with my team, I mention you. Your phrase about father founder of the nation. Yes, you should know that. You are very famous and very popular. Words. Those children of yours who may go to Penn for a year, their children are going to know, and that generation is going to know, who finally gave the Ukrainian people an opportunity to be firmly ensconced in the West as a progressive democracy. That's true. بله خب فیلم کاملا گویاست دیگه. این دو قناری، این دو مرغ عشق، این دو نوگل نوشکفته که با کمک همدیگه دارن میلیون میلیون پول میخورن، بایدم پای تلفن اینجوری قرون صدقه هم برم. به نظر من بزرگترین بازنده این داستان اول از همه خود پروشنکوه، باسته این که با دو تا تعریف معاون رئیس جمهور آمریکا بالاخره مخش خورد و اومد تو این بازی. و شاید دولت اوکراین دستش الان به بایدن نرسه، ولی قطعا پروشنکو رو میتونن بگیرن و حالا تمام بلاهای موجود طبیعی و غیر طبیعی و روش‌های سامورایی روش به حال بخوان یه جوری پیاده کنن. ولی با توجه به دستوری که جدیدن ترامپ داده که تمام پرونده‌های فساد خانواده بایدن به دست حالت محرمانه خارج بشه، باید منتظر باشیم تا برگه‌های دیگه از فساد خانواده هم رو بشه. کماکان که بازم من معتقدم که این اسنادی که الان دست اوکراین رسیده اینجوری نبوده که خودشون پیدا کنن. اعتقادم این هستش که این هم جز مطالب محرمانه بوده و حالا به نوعی از طریق دولت فعلی، دولت ترامپ، به دست اوکراین رسیده. اما بگذاریم، یه مطلب خیلی جالب بگم بهتون. آقای داگلاس اومهوف شوهر خانم کاملا هریس هستش که در یک شرکت حقوقی DLA در چین کار میکنه که این بزرگترین شرکت حقوقی در چین هستش که به مدت 26 سال فعالیت میکنه و در حقیقت این شرکت داره پرونده‌های حزب کمونیست چین رو نمایندگی میکنه. یعنی گره ها ماشاءالله خیلی خوب و گره کور خورده که هیچ موقع باز نشه. معلومه که از کجا داره مواجب میرسه که اینجوری دارن سنگ چین رو به سینه میزنن. اما سوالی که مطرحه اینه که با توجه به اینکه سوپریم کورت ویسکانسین رای داد که 200 هزار تا رای باید باطل بشه که اکثرا هم متعلق به بایدن بود، آیا با توجه به حکم دادگاه وزیر ایالت میاد رأی الکترال رو عوض کنه و اون رأی که تایید کردن و دادن به بایدن رو پس بگیرن بدن ترامپ یا نه؟ همونطور که میدونین در ایالت ویسکانسین قانون وجود داره که افرادی که رأی دارن و رأی خودشون بیارن تقدیم کنن، احراز هویت کنن،
به اون برگه هویتی، شناسنامه، کارت آیدی کارت، هرچی دارن نشون بدن که مشخص بشه این رأی خودشونو که آوردن بدن. فقط در مواردی که شخص دچار بیماری شدید هستش، ناتوانی جسمی داره و در این موارد میتونه بیاد، که اون هم باید ثبت شده و اثبات شده باشه. طبق مطلبی که دادگاه گفته که این مطلبی که کارمند یک کانتی در ویسکانسن اومده گفته که آقا به خاطر قرنطینه میتونین پستی رو بدین، اصلا درست نیست و قرنطینه بودن مانع از این نمیشه که طرف نتونه بیاد به برگشت تحویل بده. همونطور که میدونیم بالاخره با اون رعایت فاصله جانبی میتونستن کار انجام بدن، کما کن که تمام جمهوری خواه حضوری رفتن و رأیشون رو دادن. به این طریق تصویب کردن که این 200,000 تا رأی باید باطل اعلام بشه. اما هنوز که هنوز وزیر ایالت این ریاکشن یا واکنشی نشون نداده. باید ببینیم که قبل از ششم این واکنش رو نشون میده یا وای میسته که اگه روز ششم ترامپ پیروز شد خودش هم در همون اتوبوسی باشه که به زندان میره. یکی از نامزدهای جمهوری خواه، یه خانم به اسم تریکا فلاناگان، گفته که بابی پایتون با اون اسناد و مدارکی که داشته با شواهد نشون داده که داده های پنسیلوانیا توسط یک نهاد پیچیده ایالتی برای اطمینان از نتیجه مطلوب انتخابات دستکاری شده. پیتون پیش بینی میکنه که پنسیلوانیا تا این پنج شنبه قرمز خواهد شد و حالات باقی و ایالات باقی مانده مانند دومینو سقوط میکنن. حالا این پیش بینی پایتون بوده، پایتون کسی بوده که این اطلاعاتو درآورده، نه وکیل و نه قاضی هستش، ولی قطعا این مدارک رو جای ارائه داده و طبق جوابایی که شنیده پیش بینی میکنه که پنسیلوانیا تا پنج شنبه آره الکترالش برمیگرده و به ترامپ میرسه. باید منتظر بود و دید. الان نمیشه چیزی گفت. اما یکی از مطالب دیگه که افشاگری بزرگی بود به نوبه خودش، اسنادی اومده بیرون که از دیدار هیلاری کلینتون و اعضای ارشد دولت اوباما با سازمان جاسوسی چین پرده برداشته. این انجمن که از یه اتاق فکر چینی شروع شده که توسط حزب کمونیست اداره میشه، توسط ایالات متحده توسط نیروی اطلاعاتی شناسایی شده. این هیئت در پوشش انجمن ارتباط بین المللی دوستانه چین عملیات مخفی انجام میداده و خیلی از سیاستمدارا رو مجبور میکرده که ازش حمایت کنن، ساپورت مالی میکرده اینا رو. این گروه با هیلاری کلینتون و بسیاری از اعضای رهبران نظامی رد بالا در دولت اوباما بایدن دیدار داشته. در سال 2009 تشکیل شده، زمانی که کلینتون وزیر امور خارجه بوده و رهبر این انجمن رئیس قبلی ستاد کل ارتش آزادی بخش خلیج چین بوده. سایر اعضا نیز هم از رهبران ارشد نظامی هستند. این اسناد اومده بیرون، مشخص شده که اینا چه جلساتی در کجاها داشتن و خیلی قضیه پیچیده تر از اون مطلبی هستش که فکر میکنیم. این الان یه جورایی چسبیده به اون پرونده دخالت چین در انتخابات آمریکا. یه سری از اتفاقات انگار شروعش از سال 2009 بوده با کمک هیلاری کلینتون و اینا از طریق این افراد سیاسی و نظامی رد بالا تونستن نیروهای خودشون رو در جاهای مختلف دولت به نوعی مشغول بکنن، یا تونستن از طریق اینها افرادی رو در لایه‌های مختلف قدرت بتونن خریداری کنن و با خودشون همسو بکنن. برسیم به خبر آخری که خبر خیلی باحال هستش. آقای تعمیرکاری که یه آقای تعمیرکار از شرکت توییتر شکایت کرده. این آقای تعمیرکار کسیه که در یه شرکتی داره که کامپیوتر تعمیر میکنه، مکبوک تعمیر میکنه و همون کسیه که اون نوتبوک یا مکبوک هانتر بایدن توی مغازه ایشون رها شده بود و ایشون اطلاعاتش رو ریکاور کرد و غیره. حالا علت شکایت چیه؟ میگه توییتر به من تهمت زده، با اینکه همه این داستان رو میدونن که این نوتبوک اینجا جا مونده بوده و طبق قانونی که اونجا وجود داره اگه چیزی جا بمونه تا یه مدت زمانی کسی نیاد برداره، اون صاحب اونجا میتونه مالک اون وسیله بشه. به توییتر اومده عنوان کرده که ایشون به عنوان هکر بوده و هک کرده و اطلاعاتو بیرون آورده و ایشون بابت این تهمت از توییتر شکایت کرده. و نقطه خیلی جالب و ریزش اینجاست که درخواست غرامتی که از توییتر کرده رقم 500 میلیون دلار هستش، که حالا باید ببینیم توییتر این پولو میده یا از زیرش شونه خالی میکنه. اولین بار این خبر رو واشنگتن پست زد، اما جالب بدون که از همون روز اول توییتر شروع کرد هرچی خبر در این رابطه بود سانسور میکرد. حتی این اکانت مربوط به واشنگتن پست رو تا چند روز ساسپند کرد، اکانتش رو بست که اصلا طرف نتونه حرف بزنه. اما به مرور زمان انقدر گفته شد که دید این موج خبری که داره میاد و نمیتونه جلوش وایسه و این اطلاعات دیگه الان داره راحت روی توییتر میچرخه.
ممنونم که بیننده اخبار امروز بودین. امیدوارم هر جا که هستین لبتون خندون باشه. امیدوارم که غم نبینید در این روزهای سخت کرونا. مواظب باشین که خدای نکرده دوچار نشین. هر جا هستین خوب و خوش باشین. تا ویدیوهای دیگه، خبرهای دیگه، خدا نگهدار.